میل به زندگی سالم انگیزه هست همگانی، همه دوست دارن، همه صحبت میکنن از اینکه دوست دارن زندگی سالم داشتن، چه گذشتگان و چه امروز، که بیشتر در باب روانشناسی میبینیم که صحبت زیاد میشه. اما تعریف زندگی سالم بستگی به آگاهی ما و همچنین باورهای ما و تجربیات ما و تعلیمات ما دارد. از آنجایی که یک هدف عالی و مقدس که ماورای یک نیاز شخصی هست، یک نیاز دنیوی هست، یک نیاز مقطعی میباشد، به طوری که ما رو کنجکاو میکنه که چرا و چگونه میتوانیم به اون هدف اصلی برسیم، باعث خواهد شد که کشف این حقیقت در مسیر تعلیم و بعد همت در زندگی ما عمل کنه برای رسیدن به اون زندگی سالم و هدفمند. کتاب مقدس به ما میاموزد که بعد از راندن آدم و حوا از باغ عدن که مستقیما از خدا میاموختن تعلیمات رو، و نیز بعد از رهایی قوم اسرائیل از مصر و از یک زندگی طاقت فرسا که اونها را به بردگی و اسارت برده بود، تحت پوشش قوانینی که خداوند به توسط موسی به قوم اسرائیل داد، اونها را تشویق کرد برای یک زندگی سالم. لطفاً این قسمت رو توجه کنید. قوانین رو داد تا مردمان تشویق بشن برای یک زندگی سالم، که بتوانن رابطه خوب خودشون رو با خدا و رابطه خوب خودشون رو با خودشون و رابطه خوب خودشون رو با خانواده و بعد خلق خدا ایجاد کنن تا از اون نیز لذت ببرن. گواه آن چرا که عرض میکنم ده فرمانی هستش که همه نسبت به اون آگاهی داریم، که حتما اگر امروز وقت بشه او رو نیز خواهیم خوند و دربارش بیشتر صحبت میکنیم. اما چرا این حکم را خدا در زمانی که قوم اسرائیل اسیر بودن نداد؟ چرا خداوند تصمیم گرفت که وقتی که قوم اسرائیل از اسارت آزاد میشند اونها رو تعلیم بده نسبت به یک زندگی سالم؟ چرا که هیچ شخص اسیر و هیچ شخصی که نیست که در زندان باشه حتی بتواند اندیشه آزاد خودش رو به عمل برسونه و اون رو در موقعیتی قرار بده که لمسش کنه؟ آزادی به ما این اجازه رو میده که ما با اندیشه‌ای که داریم اندیشه‌مون رو به کار ببریم. اما زمانی که ما آزاد نیستیم متاسفانه آسیب میبینیم، و قوم اسرائیل هرگز نمیتوانستن در اسارت درک قوانین خدا رو داشته باشن. و امروز من و شما تا زمانی که به اسارت هستیم، به هر نوع اسارتی، اسارت در ضعف، هر نوع ضعف، مشکل هست، سختی هست، ضعف جسمانی هست، اما اگر خودت رو اسیر اون ضعف می‌بینی، به سختی میتونیم درک کنیم آنچه که اراده خداست و درک کنیم حکم و ضرورت خدا رو. پس اول باید از اون ضعف آزاد بشیم. اگر خودمون رو اسیر جبر می‌بینیم، میگیم چاره ای نداریم، این کار من اینطوریه، اگه من تو کارم دروغ نگم اصلا برکتی نمیاد، چون واژه برکت رو کاملا درک نمی‌کنیم این گونه میگیم. اگر من خودم رو در جبر می‌بینم دیگران رو محبت می‌کنم، من اسیرم. اگر من خودم رو در جبر می‌بینم یک کسی رو احترام می‌ذارم، من اسیرم. باید آزاد بشی. امروز وقت آزادی تو است. وقتی است که خداوند وارد اورشلیم شد، اورشلیمی که در اسارت بود، اورشلیمی که اسمش سلامتی بود اما سلامتی نداشت. اگر امروز فرزند خدا هستیم و خدا به ما برکات سلامتی و آرامش رو داده نداریم، مسیح میخواد یک بار دیگه تو رو برکت بده. اما از اسارت خودت رو آزاد کن، تسلیم خداوند بکن خودت رو. و اگر خودت رو در اسارت عادت ها میبینی، عادت هایی که دیگه میگی نمیتونم ترکش کنم، من همیشه این گونه رفتار کردم،
من به دومین جمله که میشه عصبی میشم، این اسارته. خشمتو توجیه نکن. مجبور میشم دروغ بگم، دروغتو توجیه نکن. وقتی چهار نفر صحبت میکنن جگرشون دارن جلا میدن با غیبت، خب منم بعد از رسول میخوام جگرمو جلا بدم. خودتو آزاد کن از این عادت. وقتی از اینها آزاد میشی اجازه میدی که درهای بی برکتی بسته بشه و درهای برکت برای تو باز بشه. قوم اسرائیل اسیر دروغ‌ها بود، شایعات بود، بت‌ها بود و قوانین خدا اونجا کار نمی‌کرد. از این روح هست خواهش می‌کنم برای آزادی ایران دعا کنید که به فیض خدا اونها از اسارت‌های دروغ، عادت‌های بد، ضعف آزاد بشن. نگه من مجبور بودم، زنم دعوام کرد رفتم یه زن دیگه سیغه کردم، این اسارته. اعلام نکنه من مجبور بودم، دروغ گفتم تا درآمدی داشته باشم، اینها اسارته، اینها بیبرکتیه. در کشوری که این همه منابع و معادن هست، جوانان نیرومند داره، اما همه به اسارت کشیده شدن. برای آزادی ایران، برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی دعا کن. خدا این قدرت رو به تو داده تا بتونی با فیض خدا آنچه را که میگیم، این ما هستیم که میباید با لشکر فرشتگان ایران عزیزمون رو آزاد کنیم، نه با قدرت انسانی. قوم اسرائیل فقط آهی میکشید در برابر این همه ظلم و ستم، و چه بسا که در کشور ما ایران خیلی ها فقط آه میکشن چون خدای حقیقی رو نمیشناسن، نمیدونن از خدا چگونه کمک. و گاهی هستش که ما حتی به مسیح ایمان آوردیم به خاطر رنج و اسارت‌هایی که هنوز در ما هست و حتی تبدیل به گناه میشه، فقط آه میکشیم خدایا دیگه چه کار کنم. ناراحت نباش، پولس رسولم میگفت در من، بین من و نفسم هنوز ما جنگ داریم. نترس، تو فرزند خدا هستی. مسیح گفت تا بر روی زمین هستیم وسوسه ها هست، اما قوت خدا هم هست تو رو حمایت کنه که تو رو ترک نکنه. بیست برای اون و مطمئن باش که خداوند به داد تو خواهد رسید. قوم اسرائیل آه میکشید اما خدای حقیقی رو چون نمیشناخت، باش رابطه نداشت، نمیتوانست چگونه با او این رابطه عاشقانه رو ایجاد بکنه. اما خدا صدای اونها رو شنید، خدا صدای من و تو رو میشنوه. نسبت به هر اسارت که امروز اعلام کنی میخوام آزاد بشم، خدا تو رو آزاد خواهد کرد. در کتاب خروج 2:22-25 از شریف براتون میخونم. میگه چند سال بعد فرعون مرد. وقتی صحبت از این میشه از اون 400 سال طول کشید فرعون ها مردن، ولی قوم اسرائیل تن به بردگی دادن، تن به اسارت ها دادن، تن به بت پرستی دادن، فراموش کردن که خدا دست رو اونها گذاشته، فراموش کردن فرزندان ابراهیم هستن. فراموش نکن تو فرزند کوروش هستی، فراموش نکن خدا با تو کار داره، فراموش نکن در کتاب یوئیل اعلام میکنه که خدا در روزهای آخر اجازه خواهد داد قدرت ایران شکسته بشه، قدرت دروغهاش، بت‌پرستی‌هاش، آنجایی که اشتباه ایستاده بود شکسته بشه، و نیز تمام ایرانی ها در سراسر جهان نیز خواهند بود، طوری که هیچ نقطه‌ای از جهان نخواهد بود که یک ایرانی نباشه، و الان این اتفاق افتاده، درسته؟ ولی در انتها اعلام میکنه که خداوند همه ایرانی ها رو برمیگردونه و بر ایران، یعنی قلب ایرانی ها سلطنت خواهد کرد، و الان زمان اون هست. خودتو پیدا کن، خودتو پیدا کن. اینجا انرژی درمانی نمی کنیم، حلقه عرفان از این بازی های نیست، خیر. اینجا حضور خداست و خداوند داره با تو صحبت میکنه. در هر سنی هستی، در هر شرایطی هستی، خدا میخواد تو خودتو کشف کنی که تو شکل خدا آفریده شدی، تو فرزند خدا هستی و خدا میخواد تو از جات بلند بشی. قطر این هفته رو بدون، هفته فصح که درش هستیم، در دعا و روزه بمون تا بتونی خدا رو بیشتر از گذشته ملاقات کنی. خدا تو رو از اسارتات آزاد کنه. چند سال بعد فرعون مرد، اما بنی اسرائیل هنوز از بردگی آه و ناله میکردن و گریه و زاری آنها برای کمک به درگاه خدا رسید. او دعا و زاری آنها را شنید و پیمانی را که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود و پیمانی که با شاگردان بسته بود، پیمانی که با ایمانداران بسته بود، پیمانی که با آیندگان و با شما بسته، خدا به یاد میاره که در نام او بطلبید
و نیز آزاد شوید و نجات پیدا کنید. و به یاد آورد خدا بر قوم اسرائیل، یعنی فرزندان، امروز ما قوم اسرائیل هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. اسرائیل یعنی شاهزاده و شما شاهزاده هستید، چون نظر لطف خدا بود روی ایران. چرا خداوند باید از ایران استفاده کنه برای نجات اسرائیل؟ چون نظر لطف خدا بود، نه اینکه ما جنس دیگه ایم، نه اینکه ما بهتر هستیم، نه، این لطف خداست، این فیض خداست. همان گونه که خدا دست رو ابراهیم گذاشت هیچ دلیلی نداریم، دست رو یعقوب گذاشت هیچ دلیلی نداریم، دست رو این قوم اسرائیل گذاشت که چقدر خدا رو اذیت کردن هیچ دلیلی نداریم، امروز خداوند دست رو ایران و ایرانی ها گذاشته و با اونها کار داره. حتی اگر امروز در رنج و سختی هستیم، خداوند با ما کار داره، میخواد اون قدرت های الکی ما شکسته بشه و قدرت حقیقی به توسط روح القدس بلند بشه در ما و نه تنها خودمون رو ببینیم بلکه تمام مردم جهان رو ببینیم. خدا بر قوم اسرائیل نظر کرده و آنها را مورد توجه قرار داد. با قلبی که خداوند برای قوم اسرائیل داشت، تصمیم گرفت که قوم‌های دیگر را نیز برکت بده. همان گونه که هرگز یک زندانی اسیر نمی‌تواند به هیچ وجه در موقعیتی خودش را ببینه که آزاد شده و مدام فکر میکنه که تو این اسارت احتمال داره از بین بره و امیدی میاد و دوباره ناامید میشه. انسانهایی که درک درست از آزادی در حضور خدا رو ندارن، متاسفانه این گونه به اسارت میرن. و نیز این شیطان هستش که میخواد انسانی که آزاد آفریده شده رو به بند بکشه. از فکر اون شروع میکنه، از ذهنیت او شروع میکنه و اون رو در موقعیتی قرار میده که نیز متاسفانه آسیب خواهد خورد. شاعری اعلام میکنه: خدا آزاد خلقت کرد انسان، خدا آزاد خلقت کرد انسان، مشو هرگز اسیر بند شیطان، جهان و هرچه در آن است زیباست. آمین. جهان و هرچه در آن است زیباست، پر از نقش و نگارین و فریباست، تمام آفریده های خلقت بود از بحر تو بی هیچ منت. هیچ منتی برای ما نگذاشت، هیچ منتی به ما نداره. او از این رو میخواد که ما با او رابطه داشته باشیم تا بتوانیم به اون هدف اصلی برسیم، یعنی کاملا به شکل او بشیم، یعنی که بخواد ما به نوعی نمایانگر بر این باشیم که بخوایم به اون یک احترام بذاریم و اون نیز بر فرض مثال مانند انسانهایی که توهی هستن از آن قدرت و از آن جلال، یک شخصیت عقده‌ای هست که بخواد ما اون رو فقط بپرسیم. بلکه خداوند میخواد که ما در موقعیتی قرار بگیریم که به شباهت او در فروتنی قرار بگیریم و این بها داره و این بها رو هیچ کس نمیتونه بده. قوم اسرائیل مشکلش همینجا بود. با 613 قانون تصور میکرد به خدا نخواد نزدیک بشه. اشتباه فکر کرد. اون قوانین برای سلامتی او داده شده بود. سلامتی جسمش، سلامتی روحش و سلامتی روانش. اون نمیدونست که خدا با فیضش قوم خودش رو میخواد نجات بده. در مزمور 49 7 الی 8 میخونیم. میگه هیچ کس نمیتواند تاوان جان خود را بدهد و یا بهای زندگی خود را به خدا بپردازد، زیرا ارزش زندگی یک انسان بسیار گران بهاست. چه کسی میتونه بده؟ از این رو خداوند برای درک همه انسان ها موضوع قربانی رو گذاشت تا خون او ریخته بشه. و همه ما میدانیم که خون هستش که دلیل زنده بودن یک جاندار هست. تا خون که هیچ قیمتی روش نمیتونیم بذاریم، چرا که تا به امروز هم علم پزشکی چیز رو جایگزین خون نتوانسته بکنه و خون جایگاه خودش رو داره. این ادراک رو به ما بده. در خروج 12:5-7 میخوانیم که وقتی که قوم اسرائیل از مصر میان بیرون، حالا قوم اسرائیل از مصر اومدن بیرون و نیز خداوند به اونها و ما نیز اومدیم بیرون از ملکوت شیطان، با هوشیاری باید بدونیم امروز چه چیزایی رو باید قربانی کنیم.
چیزهایی که دلیل گناهان امروزمون داره میشه. اعلام میکنه باید بره یا بره یک گوساله نر و سالم از میان گله خود انتخاب کنید. آن را تا عصر روز چهاردهم همین ماه نگاه داریم. تو همین ایام هستیم تقریبا. تمام جماعت بنی اسرائیل بره های خود را در همان روز قربانی کنند، سپس مقداری از خون آن را بردارند. اینجا اشاره داره میکنه که بره های خود را، چرا بره های خود را؟ چون اون شخص که گله‌ای داره، گوسفندی داره، تولد اون بره را دیده، اون بوده که اونو از خطرات رهانیده، ارزش اون بره رو میدونه، نرفته یه پول بده فقط یه بره بخره، باید هم سالم باشه، چون خدا در قبالش میخواد سلامتی به ما بده، ما زندگی سالمی داشته باشیم، سالم و نیز حیات جاودانی داشته باشیم. پس اون شخصی که بره ای رو که تولدش رو دیده، گوساله ای که تولدش رو دیده، چقدر برای سخت اونو قربانی کنه. اشاره به امروزه که مسیح 2000 سال پیش که به عنوان یگانه پسر خدای پدر بود، قربانی گناهان همه ما شد و خدا با یگانش این کار کرد. اینها همه سایاتی هستش از حقیقتی که خدا میخواد برای ما مکشوف بشه. در همان روز قربانی کنند، سپس مقداری از خون آن را بردارید و بر دو طرف چارچوب و بالای در خانه‌ای که حیوان قرار است در آن خورده شود بپاشید. این نوع قربانی بود، چرا که خداوند اعلام کرده اون نخست‌زاده‌ها این آخرین بلایی بود که خداوند روی مصر نیز جاری کرد و قرار بود نخست‌زاده‌ها بمیرن و خداوند اعلام کرد برای اینکه نخست‌زاده‌ها نمیرن، نخست‌زاده‌های قوم اسرائیل نمیرن، حتی نخست‌زاده‌های حیواناتشون نمیرن، این بره قربانی رو بکنن روی چهارچوب. امروز چهارچوب خانه من و تو افکارمونه، اندیشمونه که باید ببریم تحت پوشش خون مسیح و کفاره بکنیم. توی جایگاهی که وقتی فکر میکنیم و اونجا هستش که ما آسیب میخوریم و میترسیم و نگران میشیم و به جای یک زندگی معتدل سالم، متاسفانه در چارچوب یک زندگی پر از ترس و نگرانی قرار خواهیم گرفت. پس لازم هست هر روزه خودمون رو تقدیس کنیم از تمام آنچه که میخواد باعث ترس من بشه، باعث غم من بشه، همان گونه که قوم اسرائیل اسیر بودن، اسیر ترسا بودن، اسیر غمها بودن و ناامیدی و هلاکت. آیا میدانیم زمانی که ما حتی از رنجها و غمهامون آزاد شدیم ما آزاد نیستیم؟ ما آزاد شدیم و ولی تا مدتی گویا ما آزاد نیستیم. شما از یک مشکل میای بیرون اما ترس اون مشکل هنوز باهات هست. از اون مشکل اومدی بیرون میگی نکنه دوباره الان وضعیت من بدتر از اون موقع بشه و این ترس و نگرانی متاسفانه هست با ما. شخصی توی کوچه رد میشد، پسر بچه‌ای دید داره گریه میکنه، گفت چی شد عزیزم؟ گفت هیچی، 20 دلاریمو گم کردم. اینم دلش میسه دست ما تو جیبش یه 20 دلاری بهش میده. بعد میگه گریهش دوباره بیشتر شد، داره داد میزنه. گفت حالا دیگه چی شد؟ گفت خیلی نمیدونی، اگه الان اون 20 دلارم بود الان 40 دلار پول داشتم. گاهی هستش که تصورات ما این گونه هستش، هنوز خودمون رو توی درد و رنج و غمی داریم میبینیم، فراموش کردیم که از طرف خدا و یا موقعیتی که برای ما ایجاد شده چه برکتی ما رو گرفته و افکار و احساسات و حتی گفتار ما به خاطر آزارهایی که دیدیم ناآروم و پریشان می باشد. اما پادزهر و یا مرهم آنچه که باعث رنج من میشه چی هستش؟ چه چیزی میتونه باشه؟ کلام خداوند میگه شکرگزاری هستش، که شکرگزاری کنیم و به یاد کار خدا بیافتیم. راستیتش آنچه که من روی فیسبوک اعلام کردم که امروز درباره زیاده خواهی صحبت خواهم کرد، دیروز من معمولا شنبه ها وقت میذارم برای کلام خدا، به هیچ وجه ملزم نشدم تمام مواردی که آماده کرده بودم اون رو وارد دفترم کنم و خداوند با قلبم صحبت کرد،
آنچه را که میگم مینویسی و من صحبت میکنم و باور بفرمایید. تمام مطالبی که الان هست مطالبی نبوده که هفته گذشته من آماده کرده باشم، مطالبی بود که خدا با قلبم صحبت کرد. حتی امروز با روبرت جان ما دعا کردیم، گفتم روبرت جان برای من دعا کن، چون حقیقتا امروز خدا بیشتر میخواد صحبت کنه. پس امروز خداوند هستش که میخواد با شما عزیزان صحبت کنه. جشن قیام مسیح هست، بازم من تشویقتون میکنم عزیزان لطف کنید بیایید و بسیار برکت خواهید گرفتش. در کناری که اینجا هستیم در پرستش در دعا صبح زود، همه ما ایرانی ها از اونجایی که از بکرانی اومدیم یک عادت خوبی داشتیم که صبح، حالا اون زمان به عنوان نماز میرفتیم میخوندیم، یک لذت خاصی داشتیم. بیا این لذت رو ببر لطفاً.
خواهش میکنم خادمین 5:30 اینجا باشن، احتیاجتون داریم، و بقیه 10 دقیقه 5:45 اینجا باشید لطفاً، که بتونیم در کنار هم نام خداوند رو جلال بدیم و جشن قیام مسیح رو بگیریم که باعث برکت ما خواهد شدش. و میدونیم که این هفته به عنوان عید پسح میباشد که معناش عبور هست و آزادی هستش. هفته ای باشه که من و شما از بعضی از اون اسارتهایی که هر نوع اسارتی، میترسی اسیری، ناامید هستی اسیری، خسته خاطر هستی اسیری، نگران هستی اسیری، اینها اسارته، چون خداوند ما رو 2000 سال پیش آزاد کرد. زمانی که تو قلب تو مسیح داری تو آزاد شدی. اگر هنوز خودتو تو اون جایگاه ها میدونی و میبینی، اینو بدون که اسیر هستی، میباید آزاد بشی. و این هفته، هفته مبارکی هستش. تشویقتون میکنم در دعا و روزه باشید، تشویقتون میکنم بیایید تا جمعه با همدیگه متحدن در دعا باشیم، شنبه هم خودمون در دعا، ولی روز یک شنبه لطفاً با هم باشیم و این جشن رو با هم داشته باشیم. در خروج 12:17-18 نیز اعلام میکنه این عید که همراه نان فطیر. چرا فطیر؟ میدونیم که نان فطیر نانی هستش که از خمیر مایه استفاده نکرده. خداوند میخواد قومش آلوده این دنیا نشه، خدا میخواد آزاد بشه قومش از این دروغهایی که توی دنیا هستن و باعث رنج میشه. نان فطیر رو که خالص هست، با دل خوبت، با دل قشنگت که امروز اومدی کلیسا، بتونی در حضور خداوند در این هفته باشیم. اعلام میکنه عید که همراه نان فطیر جشن گرفته میشود، جشن گرفته میشود، ما هم جشن خواهیم گرفت، به شما یادآوری خواهد کرد که من در چنین روزی شما را از مصر بیرون آوردم. این اون پادزهر است. وقتی که به یاد میاری کار خداوند رو، وقتی جشن میگیری برای کار خداوند، وقتی آنچه که برات انجام داده اون رو نگاه میکنی، دیگه اجازه نمیدی ترسا بیاد. برای همین خداوند خواست که قوم اسرائیل برای تمام برکاتش جشن بگیره. و جشن بگیر در زمانی که به مسیح ایمان میاری، روی کتاب مقدست بنویس چه زمانی به مسیح ایمان آوردی، سر سالش مانند تولد جشن بگیر. چند تا از ایماندارا دعوت کن و بگو امروز روزی بود که من نجات پیدا کردم، من قلبم رو به مسیح دادم. و اونجا هست که اجازه نخواهی داد که شیطان به من و شما حمله بکنه و باعث ترس و نگرانی و نیز ناامیدی ما بشه. عید که همراه نان فطیر جشن گرفته می شود، به شما یادآوری خواهد کرد که من در چنین روزی شما را از مصر بیرون آوردم، از رنج ها، از ترس ها، از هلاکت. پس برگزاری این جشن بر شما و نسل های آینده شما تا به ابد واجب هستش. و ما می بینیم که حقیقتا بعد چند هزار سال هنوز این جشن ها رو دارن می گیرن و ما که به مسیح ایمان آوردیم نیز می تونیم این برکت رو داشته باشیم، چرا که نشان دهنده رهایی ما هستش از تمام غم ها و رنج هامون. امروز شما دارید بیشتر کلام خدا رو میشنوید تا کلام رسول رو. حتما واعظین میباید تحقیق کنن و با تحقیقات سخنانی رو بگن و لابلای اون جوکی میگن، مثالی میگن. من امروز کمتر این حرفا رو خواهم زد، ولی میخوایم حقیقتا خدا با ما صحبت کنه. خدا میخواد باز ما رو تقدیس کنه، میخواد ما رو آزاد کنه، از اسارتات آزاد بشه، چون برکت آزادی رو خدا میخواد به تو دوباره بده. بفهمید؟ بله. از روی کوه سینا خداوند به توسط موسی با قوم خودش صحبت کرد. بله. که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. آمین. که خدای خودت رو بشناس. خدای تو کیه؟ داره اعلام میکنه که یهوه است. آمین. آمین که مسیح هست خداوند ما. یه دست بزنید برای این عزیزی که گفت مسیح. آمین که هست. اگر خدا تو نمیشناسی بی خودی نگو الله اکبر. برو ببین اون الله بوته یا خداست. چرا بوتو صدا میکنی؟ چرا اجازه میدی بی برکتی بیاد؟ چرا وقتی که آرزو میکنی ماشالله ایشالله میگی؟ چرا از این کلمه استفاده میکنی؟ سرزمینی که بهترین سمبل زندگیشون سنگ ها بود و سنگ ها نقش هایی رو در می آوردن و روی هر کدوم اسمی می زاشتن و اون رو قالب ایرانی هایی کردن که خدا نظر لطفش رو ایرانی ها داشت و ایرانی ها رو دوست داشت تا اونها خدا شناس بشن. اما شیطان خوب می دونه
وقتی خداوند نقشه داره بیاد اونو چگونه باطل کنه. خدای خودت رو بشناس. حتی اگر میگی الله خدای منه، برو تحقیق کن، برو ببین اون خدای تو چه کسی هست، چون خودش داره اعلام میکنه من یهوه هستم. همین یهوهی که کوروش کبیر استفاده میکنه، داریوش نیز استفاده میکنه، خشایارشا نیز از اون استفاده میکنه در کتاب مقدس. بله، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ خدایی نباشم. چون میدونید قوم اسرائیل در مصر که بودن خدایان بسیاری داشتن، خدای باران داشتن، خدای آتش داشتن، خدای ثروت داشتن، خدای خواب داشتن، خدای بیداری داشتن، خدای ابر داشتن، همه اینقدر خدا بودش، خیلی خداها داشتن. و وقتی که یهوه گفت منم خدام، گفت خب یه خدا دیگه حالا به این خدا اضافه شد. ما می موقع از این خدا داریم؟ نداریم؟ خدای کار و تلاشم، خدای لذتهام، خدای اقامتم تو این سرزمین، خدای سلامتی بدنم فقط، خدای زیبایی‌هام، خدای خوشگلیم، خدای خوشتیپیم، خدای آبروم، و و و و و خدای ثروتم، شهرتم، محبوبیتم. نداریم؟ اینا خداست، اینا بت‌هاست که باید آزاد بشیم. تو این هفته آزاد کن خودتو، از همین امروز شروع کن، از این خداهای دروغی آزاد شو. و اون موقع میبینی آزادی چه جنس قشنگیه. اون آزادی نیستش که 40 سال پیش تبلیغشو کردن و بیشتر اسارتمون بردن. آزادی که خدا بهت میده همیشه شیرینه، پر از آرامشه، پر از امیده، پر از قوته. حتی تو بدترین شرایط خوبی اون آزادی رو لمس میکنیم. بله؟ صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب زیر زمین است برای خود مساز. بله، همون گونه که عرض کردم، خداوند قوانین رو داد، 613 قانون رو داد، این 10 فرمان هم داد برای زندگی سالم. اما متاسفانه قوم اسرائیل به مرور زمان یه لباس درست کردن به نام لباس مذهب و تصور کردن با رعایت این قانون می توانن به خدا نزدیک بشن و باعث آزار رنج خودشون و دیگرانم شدن. تا هر کسی می دیدن این قانون انجام نمیده اذیتش می کردن. و در زمان مسیح 2000 سال پیش بیشترم اذیت کردن هم دیگر رو. حتی 20 قانون دیگه هم گذاشتن روی این شریعت سختی که برای سلامتی داده شده بود. اگر آنچه را که در کلام خداوند میگه نخور، به خاطر اینکه مردم اون علم و دانش رو نداشتن. ولی امروز خدا رو شکر همه ما میدونیم چه چیزی خوبه چه چیزی بده. خب نمی کنیم، بس خودمونه، ولی میدونیم از نظر علمی هم درست. ما رابطه ها رو خوب میدونیم، ما میدونیم به راحتی دل یک کسی رو چجوری بشکنیم و میشکنیم، حال یکی رو بگیریم میگیریم، ترفنداش هم بلدیم و میدونیم اگه نکنیم نکردیم، عمدن این کار رو میکنیم. امروز دیگه ما مردمانی نیستیم برای 3000 سال پیش. خداوند این دانش و این علم رو به همه ما داده. پس خدا قانون رو نداده برای نجات قوم اسرائیل، هرگز این اشتباه رو نکنیم. خدا قانون رو برای زندگی سالم داد که روح و جسم و روان سالم داشته باشن. اما قوم اشتباه کرد، فکر کرد با رعایت این میخواد نجات پیدا کنه، غافل از این که نجات فقط با فیض مسیح میاد، با لطف خدا میاد. از این روح هستش که باید تمام آنانی که باورهای دیگری دارن رو بشارت بدیم، چون ها اشتباه میکنن با شریعت میتونن آزاد بشن، نجات پیدا کنن. هرگز همشون به داوری میرن، از مسلمان گرفته تا هر باورمند دیگه‌ای، چون نمیتونه با قوانین نجات پیدا کنه. با قوانین باید زندگی سالم داشته باشه. هر باورمندی که اعلام میکنه که خداوند به ما قوانینی داده که ما رابطه خوبی داشته باشیم، بگید درسته، به هم عشق ورزیم، درسته، زندگی خوبی داشته باشیم، درسته، اما نجات چی؟ نجاتو داری؟ ها؟ اگه خداوند ما رو ببخشه، خب خداوند که تو رو بخشیده، مسیحو برای همین داد، مسیح قربانی گناهان تو شد، بهای گناهان تو رو داد 2000 سال پیش که تو آزاد بشی، که تو نجاتو داشته باشی. برای همین هست ما مذهبی نیستیم. ما چی هستیم؟ ما لا مذهبیم. مسیح هم لا مذهب بود. مسیح با عشق وارد شد که منو تو رو عاشق کنه، عشق رو به ما آموخت و قوت عشق رو به ما داد. باز دست منه، من آزاد آفریده شدم، اسمش رو قبول میکنم، لباس مسیحیت رو بر تن میکنم،
اما عشقش رو انجام نمیدم. اونجا من گرفتار هستم. بله، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم. اصلا طبیعتاً این میشه، تعلیم اشتباه باعث میشه تعالیم اشتباه بیاد. خیلی از ایرانی های خردمند بودن در طول تاریخ سعی کردن به هموطنان دیگر ما این رو چه به توسط کتاب و چه به توسط گفتار بیاموزن دین اسلام دین خدا نیست، باعث رنج و آزار و درد داره میشه، اما اونها رو کافر و نجس خواندن، کتاباشون رو آتیش زدن، خودشون رو تعبید کردن، در پنهان کشتنشون، بعضی هم افسرده شدن، شاید خودکشی کردن. میدونیم که هستن در بین نویسنده و شعرهای ما که این گونه شدن، چرا که اون ایمان و اون امید رو نشن، بخواه یه حقیقت رو متوجه شده بودن که حقیقت این هست. امروز خداوند شرایط رو ایجاد کرده، ما به راحتی میتونیم بشنویم و تحقیق کنیم که حقیقت چیست و این حقیقت رو به دیگران بگیم که حقیقت اونها رو آزاد کنه. بله، و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. آمین. که تعلیم درست باعث خواهد شد که فرزندان ما تعلیمات درست به فرزندانشون بدن و این نیز کار خواهد کرد. گذشته از برکت روحانی که خداوند داره میگه که روح خدا هست اونجا کار میکنه، مانع میشه که جنگ روحانی که ما با شیطان داریم، با روحهای شریر داریم، وارد اون خانه بشه، مانع خواهد شد. اما تعلیمات درست، تعلیمات درست میده. چرا ایرانی ها اینقدر خدا دوستن؟ چرا ایرانی ها با این همه سختی که هر کشوری میدید الان همه کمونیست شده بودن، اما در تای دلشون به قول خود ایرانی ها که ما هستیم میگیم تای دلمون خدا رو قبول داریم. زمانی که من میخواستم خودکشی کنم دیگه از خدا ناامید شدم. 20 سال پیش گفتم خدا وجود نداره، فقط چون تای دلم خدا رو باور داشتم گفتم خدایا قبل از اینکه دیر بشه، یعنی خودم رو بکشم، و برای بار دوم بود و باور کنید این کارو میکردم، گفتم قبل از اینکه دیر بشه خدایا حقیقت خودت رو بر من آشکار کن. و همون زمان من عیسی مسیح رو ملاقات کردم و نه کس به من بشارت داده بود و نه انجیل مسیح رو خونده بودم، به هیچ وجه. من مسیح رو ملاقات کردم و اون به من آرامش داد و اون به من گفت دختر تو شفا خواهم داد، که شفا داد، که امروز خادم خدا باشه، کنار شما باشه، و اون رفع مشکلاتمو کرد. ولی بعد متوجه حقیقت دیگه شدم، متوجه این حقیقت شدم، واو، دختر من دور از جونش حتی اگه شفا نمیگرفت، مگه چقدر ما عمر میکردیم، چقدر روی زمین هستیم. نجاتی که خدا به من داده ابدیه، مال همیشه است. دیدم بالاتر از شفای دخترم که به اندازه جونم دوستش دارم، نجات رو برای من مهیا کرد، رستگاری رو برای من و برای مملکت هم ایجاد کرد، که امروز بتونم در کنار شما وسیله‌ای بشیم که بالای 700 نفر ایرانی تو همین کلیسا تعمید بگیرند و به فیض خدا هزاران ایرانی در ایران نجات پیدا کنند. و خدا میخواد از همه ما این گونه استفاده کنه. هر کدومون تو یک جایگاهی، خودتو ضعیف نبین. اگر ضعیف میبینی، کلام خدا میگه ضعیف بگوید در نام عیسی مسیح من قوی هستم، بلند شیم. قسمتی از کلام خداوند میگه، میگه آن نان فطیری که میگیرید استفاده میکنید بایستید و عصا بر دست داشته باشید، یعنی روح القدس رو داشته باشید، آماده و بیدار باشید برای زندگیت و برای دیگرانی که کنار تو هستن. بله، نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. قسم نباید بخوریم، نه قسم به موی سرمون و نه به ستاره ایم، نه به نام خودت و نه به نام کس دیگه. چرا به باطل میبریم؟ خدای ما احترام داره. حتی الان نیست خیلی از یهودیان هستن، یهودیان عزیز، نام یهوه را استفاده نمی کنن بی خودی، هوشیار هستن. ولی امروز من و شما آزاد شدیم چون یهوه بابای من و توه، دوستش داریم، بابامونه دیگه، لزومی نداره که بگیم توی جایگاه و شرایطی استفاده میکنیم. ولی هوشیار باشیم، دروغ دیگه از این دهان نباید بیاد بیرون، بی محبتی نباید بیاد میاد، ولی سریع توبه کنیم، بشوریمش، سریع اشتباه کردیم،
و بدونی فرزند خدا هستی. دهان تو دهان خداست. خدا به توسط دهان تو میخواد سخن کنه. خدا به توسط چشمان تو میخواد ببینه. گوشهای تو بشنوه. هر قسمتش که در اسارت هست امروز آزادش کن. بعد از اینکه دعا میکنیم بعد از این موعظه. بله؟ روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز سبت روز استراحته. خب این زندگی سلامتی خداوند میخواد تو سلامتی داشته باشی. در خدا استراحت کنی. و خدا داره بهت میاموزه، داره به اون قوم میاموزه. امروز روانشناسا و مشاورین خانواده ضرورت میدانن که هر انسان سالم و یک خانواده سالم در طول هفته یک روز باید به تفریح و به استراحت بره. شما هم همین گونه باید باشید. الان در خدا استراحت میکنی، بعدش برو دنبال تفریح. یه روز تو بذار برای استراحتت، با خانوادت وقت بذار. این برای سلامتی زندگی ما مفید هست. بله؟ شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور. بله. اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و دخترت، غلامت، کنیزت، بهیمه‌ات، مهمان تو که درون دروازه های تو باشد، زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از آمین. این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده آن را تقدیس نمود. واو. پس خداوند روز استراحت تو را تقدیس کرده، پاک کرده. میدونید چه اینکه از امتیازات خوبی که ما در خداوند استراحت میکنیم و ما به خودمون فضا میدیم اینه که ما زیاده خانه میشیم. همش دنبال پول نیستیم، قدرت نیستیم. یه استوب میکنیم، یه وقتی به خودمون میدیم و میدونیم اون موقع تو استراحت تمرکز درست نسبت به خودم، نسبت به خانوادم، نسبت به خدا، نسبت به خلق خدا، به رویا و ویژنی که خدا به تو زندگی داده خواهی داشت. این گونه نیستش که فقط به دنبال کار و شهرت و قدرت و مقام و چون نمیتونی استراحت خوبی بکنی به مواد مخدر آلوده میشی، به تفریحات ناسالم آلوده میشی و اونجا هستش که مدام هم تو مشکلاتی، چون تمرکز خوبی نخواهی داشت. پس این زیاده خواهی رو از ما خواهد گرفت. این کلام خدا به من و تو داده شده تا بتونیم با فیض خداوند در سلامتی باشیم و بتونیم مسیر نجات رو نیز داشته باشیم و این موقعیت آزادی و به طور خاص استراحت رو در حضور خدا داشته باشیم. یادم هست سالها پیش یه عزیزی که ایمانم به مسیح نداشت، ایشون هی به من زنگ میزد میگفت من میخوام شما رو ببینم. گفتم آخه دوست عزیز، شما ساعت 9 شب میخوای منو ببینی؟ من دیگه 9 و 10 دیگه از آفیس میرم بیرون، نه همش کار میکنم گرفتم، ولی من باید شما رو ببینم. گفتم من برام امکان پذیر نیستش، راستش اصلا نمیشناختم و این کارام نمیکردم و از ایشون خواهش کردم بیاد کلیسا. بعد یک ماه دیگه بالاخره اومد کلیسا. اومد کلیسا، دیدمش، یه سلام علیکی کردیم. هفته بعد و سه هفته شد، هفته چهارم بهش گفتم اگر شما وقتی میخواید من در خدمتتون هستم، حتی تو کلیسام یه 10 دقیقه رو میتونیم با هم صحبت. گفت نه، راستیتش من جواب خودم رو توی پرستش گرفتم، جواب خودم رو توی محبت اعضا گرفتم، جواب خودم رو توی صحبت‌های شما گرفتم، جواب خودم رو تو دعاها گرفتم. عزیزان بهترین استراحتگاه کلیساست. این یه برکتی که شما در کشور غریب هستید. کلیساهای فارس‌زبان بسیار هست و خدا رو شکر برای کلیسای فارس‌زبان، برای شبانانشون. همه عزیزان خدا هستن. این خدمت خدمت سختیه. هر کس که این مسئولیت رو به دست میگیره، حتی اگر فکر انسانی هم داره، کار بدی نمیکنه، فقط بیشتر اذیت خواهد شد، چون با خودش سختی میاره. پس کلیساهای فارس‌زبان رو ساپورت کنید، برید اونجا تا برای سلامتی شما نیز مفید باشه. و خداوند این وعده رو داده که ما رو بدون برکت نخواهد گذاشت و نیز با ما خواهد بود. شاعر نیز اعلام میکنه: چه میخواست این دل من غیر شادی؟ ما همه مشتاق این هستیم. چه میخواست این دل من غیر شادی؟ خدا باشد، من و عشق و آزادی. دلم از عشق عیسی شادمان بود، جدا از رنج هستی در جهان بود. کنون باید محبت پیش سازیم، علاج درد را از ریشه سازیم، بشر از درد و غم آزاد سازیم. آمین. که این مسئولیت من و شما هستش. بشر از درد و غم آزاد سازیم، جهانی پر ز عشق و شاد سازیم. آمین. و نامه غلاطیان 5:1 اعلام میکنه: پس به آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد. مسیح ما را آزاد کرده. آمین.
ایمان داریم؟ میتونیم بگیم آمین؟ هاللویا. هنوز اسارتهای کوچیک داریم، وقتش هست، این هفته وقت داریم که بتونی خودتو تقدیس کنیم. پس به آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار نشید. دوباره نرید دنبال بازی هایی که ما را گرفتار میکنه، ترسا و نگرانی و ناامیدی. مسیح تنها نجات دهنده هستش. بازی های دیگر را رها کنیم، بدون که خداوند میخواد تکیه گاه تو باشه. یک مثالی داریم که اعلام میکنه که تو این ضرب المثل فارسی میگه برای کسی بمیر که برای تو. حالا عیسی مسیح برای ما مرد. اگر مسیح برای ما مرد، ما نمیخوایم احکام و آنچه را که برای خود ما مفید هست و انجام بدیم. آمین میتونیم بگیم به این؟ در انجیل یوحنا 8:38 اعلام میکنه، پس اگر پسر شما را آزاد کرد، مسیح شما را آزاد کرد، در حقیقت آزاد خواهید بود. لطفا لحظه ای بایستیم با هم اعلام کنیم. ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید فرما. در نام عیسی مسیح آمین. Yeah.
داریم بازگشت عیسی مسیح به این جهان هستیم. آمین. ما باید در دعا و امیدوار هوشیار باشیم و تا پیروزی به پیشواز خداوند عیسی مسیح بریم. آمین.